این پرچم ما نشان دیرینه ماست، تاریخ شکوه مند و پیشینه ماست. نه مذهبی و نه شاهی و نه شیخی است، این نقش هزاره ها فرازینه ماست. تخت خلافت که چنین خار شده است، تا چشم به همزنی نگونسار شده است. ای رفته به خواب جهل خرگوشی خیش، هشدار هشدار که شیر خفته بیدار شده است. دانید سرانجام که چون خواهد شد؟ این فتنه ز خاک ما برون خواهد شد. یا تخت خلیفه سرنگون خواهد شد، یا خاک وطن غرق به خون خواهد شد. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمند تلویزیون پارس، برنامه در پهنه ایران زبان پارسی رو می آغازم. البته من بگم امروز خبرها، چیزهایی که در دست من آمده و آگاهی هایی که بهت کردم، شاید زمان رو به اونجا نرسونده که به زبان پارسی هم بپردازیم، ولی به هر روی برنامه در پهنه بیکرانه. چامه ایره که در آغاز برنامه شنیدید از دوست ارجمند من مهدی زوکایی نوشا بود. سالها و سالهاست در دوران کنونی رو عرض میکنم، سالها و سالهاست که این داستان آخوند و فشار آوردن به مردم، این صندلی من چرخش داره میچرخه، همطوری منو میبره عقب. بله، ببخشید. درگیری دانشوران و متفکران و اندیشمندان با قشر انگل عقب افتاده نادان وقیح و پررو و مفتخر آخونده، این سالها و سالهاست هست. حالا من در همین 9-10 ساله‌ای که در کار تلویزیون خارج از کشور هستم، در این 10 سال خیلی چیزها من در زمینه آخوند، خیلی برگه ها و سنت ها نشون دادم، ولی اون چی که امروز به دستم رسیده، یعنی خبرش رو داشتم ولی سندش رو نداشتم، در همه گونه حرف رو میبنده. یعنی بقیه اونهایی که مطالعه گفتیم، یه طرف اینی که این جانور دستاربند ریش سفید بیشرم واقعا جنتی گفته، یه طرف. 2 هفته، بله، این دقیقا شاگرد و معلم، یا به قول معروف، ببخشید این جمله رو میگم، لوتی و انتریش کنار هم نشستن و دارن، حالا به حرف کی گوش میده معلومه. 2 هفته بعد از شورش و به پاخیری دلاوران ایرانی در 22 خرداد گذشته، در مسجد جمکران که اونجا رو یه دکون باز کردن و یه چا کندن، اول گفتن این چا امام زمان، یه فلان آخوندی که شب لابد برنج و پلو و خورشت و برگ و تا خرخره خورده بوده، خواب کابوس دیده، خواب دیده که حضرت امام 12 آمده رفته تو این چا. یه مش آدم های نادان، زود باور، کم دانش، واقعا ابله باور کردن. دوباره اومدن و دکانی باز شد و هی نامه تو این چا بنداد، نامه تو این چا بنداد. بعد گفتن این نامه ها که زن و مرد بندازن تو این چا اصلا گناه داره، این نامه مرد میفته رو نامه زن خیلی بده. و حضرت امام در اون پایین در توی چاه ناراحت میشه، آخه نپرسیدن
این مردم ابله، این کمدان، آخه چقدر کمدان، آدم کمدانش ما داریم، ولی آدم باهوش داریم، کمدانش های باهوش فراوانن، ولی اینا نادان های قشری هن، اینا مغزشون گچه واقعا، فکر نمی کنن آخه اون تکیه، این آدم قضا نمیخواد، این آدم گرمابه نباید بره، این چه جوریه اونجا براش دوش درست کردن، وان درست کردن، شوفاج گذاشتن، چیه؟ این فکر نمی کنن. همینطور یا اونتا من نمیدونم ایشون کفترچاییه یا تو چای سامره است یا تو چای چمکرانه، بر روی آقای استاد آیت الله مدرس عضو شورای خبرگان رهبری و و و احمد جنتی، بله این قیافه فسیلی که شما نگاه میکنید، در مسجد چمکران در حسینیه امام خامنه ای، لابدی علیه السلام هم باید پشترش گفت دیگه، آخوند درجه دوی آستان قدس رضوی که شم روشن میکرد و شم خاموش میکرد، حالا شده امام، بعدم هر کی علیه شرط بزنه محاربه با خداست. ایشون به همراه اون احمدی نژاد که واقعا لعبتیه اون دیگه، اون اصلا داستانیه، آمدن در مسجد چمکران و چند تن از این حضرت استاد آیت الله مصباح من اشتباه گفتم جنتی، مصباح، البته اونم مثل همینه، بله، به سوالات اصحاب ولایت، کسانی که اومده بودن اونجا که آگاهی پیدا کنند و نامشون رو به پیشگاه امام زمان، حالا اگه زن بوده تو چای زنونه بندازن، مرد بوده تو چای مردونه بندازن، لابد بعدن چای دیگه درست میشه، چای بچگونه تو اونم باید بندازن، چند پرسش از این حضرت استاد مسلم و مدرس و آیت الله مصباح میکنه. میپرسند، این عین خبره، میپرسند آیا اعتراف گیری و تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی قرار دادن کسی اعتبار اسلامی دارد؟ به هر آدمی، به از اون دیکتاتور بدتر، از اون خونخوار بدتر، از اون بیمار روانی بدتر اگر بگی، ظاهر رو حفظ میکنه و میگه نه، ولی ایشون گفته اعتراف گیری از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است. خوب دقت کنید، آخوند خامنه ای شد ولایت فقیه، حالا مدت ها گندش در اومده بود دیگه، میگفتن رهبر، نمیگفتن ولایت فقیه، ولی دوباره گفتن، گفته هر جوری دلتون میخواد میتونید از کسانی که مخالف ولایت فقیه هستن اعتراف بگیرید، حتی ای کشته شد، فتواست دیگه. آی کسانی که میرید مقلد اینجور آدم ها میشین، ببینید با چه جونه برای سر کار دارید. اصلا جونه بر چیه؟ واقعا جانور شرف داره به اینجور آدم ها؟ واقعا شرف داره؟ شما کدوم گرگی رو دیدی که دست گرگ دیگر رو پاره کنه؟ کدام موشی رو که دیدید که موش دیگر رو بخوره؟ کدام شیری دیدید که دیدید با شیر دیگه درگیر بشه؟ اینا آدم نیستن، اینا من نمیدونم چجوری از کجا اومدن، از کدوم جهنم دره آمدن اینجا و همه کاره شدن. پرسش دوم، اعتراف گیری با تزریق مواد مخدر و افیون و داروهای کدئینه جایز است؟ جواب میدن اعتراف گیری عین همون از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است. واقعا شرم‌آور، آدم در جهان امروز در پیش ملت‌های مثل فرض کنید مردم سوئد، مردم نروژ، مردم دانمارک، مردم آلمان، فرانسه، هر جا که شما فکر می‌کنید به جز کشور گرامی ما که دست این افتاده، وقتی این حرفا رو میشنون چی میگن؟ میگن چرا مردم ساکتن؟ میگن چرا اینو زنجیر نمی کنیدش؟
پرسش سوم، آیا بازجو می تواند به زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگیرد؟ جواب جالبه. احتیاط واجب آن است، خوب دقت کنید این جمله های خودشون، احتیاط واجب احوت آن است که فلانه اینا، احتیاط واجب آن است که قبل از تجاوز حتما وضو بگیرد. شما نگاه کنید، کثیف‌ترین، پلیدترین، مشمئز کننده ترین عمل رو میگه اول باید بره وضو بگیره، و هنگام عمل، من بالا شرمم میاد بگم ولی به هر حال این جمله رو من باید بگم، و هنگام عمل ذکر بگوید، یعنی دعا بخونه. تجسب کنید شما، اومده بازجو تجاوز میکنه به یه جوان بیگناهی که اومده آزادی و رأیشو میخواد، حالا وضو رو باید بگیره، عمل رو شروع کنه، بعد در حین عمل هم ذکر بگه یا الله یا الله سبحان الله سبحان الله. اگر زندانی زن است، من دیگه اینجا رو نمیگم دیگه، هر چیز کوشیدم که این نکته رو بگم نمیدونم، ولی به هر حال میگه هر دو شکل اشکالی نداره، بهتر آن است در موقعی که زنه، بهتر آن است که در محل بازجویی جز بازجو کس دیگری نباشد، که نکنه عکس بندازن بیارن نشون بدن. اینا از عکس نمیترسه، داره علنا میگه دیگه، این حرفا یعنی چی؟ اما اگر زندانی مرد است، احوت یعنی بهتر اون است که در حضور دیگر بازجویان دخول صورت گیره. شرم‌آوره گهگاه آدمی احساس میکنه که چرا من آدم آفریده شدم که با این جانور دو پا، با این فسیل، با این آدم وقیح، با این بیمار روانی، هر دومون بگن آدم. پرسش چهارم، اگر زن زندانی باردار شود تکلیف چیست؟ آیا آن فرزند حرامزاده است؟ کار ما به کجا رسیده؟ در دنیا سخن بر این است که زندانی رو در نهایت استراحت باید بگذارن. در اینجا در آمریکا زندانی من شکایت میکنی که آقا آش گرم بود، دهن من رو سوزوند، سو کرده زندان رو. حالا اختلاف رو ببینید چقدره. بر پرسیدن اگر زن زندانی باردار شود تکلیف چیست؟ آیا آن فرزند حرامزاده است یا نه؟ پاسخ استاد جنتی، آیت الله جنتی، مدرس جنتی، عضو شورای نگهبان جنتی، پاسخشون چنینه: فرزند ضعیفه ضد ولایت فقیه مطابق نص قرآن مجید در هر صورت حرامزاده. کجای قرآن نوشته اینو؟ آدم بدبخت بیشعور، کجای دنیا، کجای قرآن نوشته که ضد ولایت فقیه فرزندش حرامزاده است؟ اصلا ولایت فقیه در قرآن نوشته شده؟ در کدوم کشور اسلامی ولایت فقیه دارن؟ فرمان و حکم و دستور حرامزادگی مسائلیست که اونها رو باید رعایت بکنن، که البته دنیا الان به این چیزا میخنده، ولی به هر حال اونها باید. کجا نوشته که هر کی که با ولایت فقیه مخالف بود فرزندش حرامزاده است؟ طبق نص قرآن مجید در هر صورت فرزند او حرامزاده است، چه توسط بازجو باردار شود و چه توسط شوهرش. اینجا عکس سه نفر جنایتکار رو داریم میبینیم، اونا هم دست کمی از داشتن دیگه. خمینی وقتی که مهندس بازرگان روزنامه میزان رو در آورد، اون موقع آقای رجایی شد
رئیس جمهور، بازرگان مسخرش میکرد، دولت مکتبی، دولت مکتبی مسخرش میکرد. آقای خمینی آمد پای تلویزیون با گوش خودم شنیدم گفت هر کس دولت مکتبی را مسخره کند، حالا یه انقلت گذاشت روش، اگر از ته دل باشد فرزندش بهش حرام است، مالش بهش حرام است، زنش بهش حرام است، باید بلافاصله ارثشو در حالی که زنده است تقسیم کنن و در روز قیامت زبانش انقدر دراز می شود که فرشتگان از روش رد می شود. شما ببینید در قرن بیستم، در آخر قرن بیستم، رهبر یک کشور، کشور با فرهنگ، کشوری که سعدی ها، فردوسی ها، حافظ ها، ابن سینا ها، رازی ها، بعد قاآنی ها و و و و رو پرورده، یه همچی آدم نادان، جنایتکار، وابسته به 1400 سال پیش، آدم خور رهبره. به هر روی جواب دادن که فرزند ضعیف ولایت فقیه مطلقه، ولایت فقیه ولایت مطلقه، یعنی همه چی رو میتونه بگه، میتونه بگه زنت به ترامه، بچت نمیدونم میتونه تو رو بکشه، همه این کارا رو میتونه بکنه، ولایت مطلقه است دیگه، مطابق نص قرآن مجید در هر صورت حرام داده است، چه توسط بازجو باردار شده باشد و چه توسط شوهرش. پس نصفی از مردم ایران حرام زادن به گفته آقا، عکسش اگر میخوایم بگیم اونا حلال زادن، این آقا حرام زاده است. برای که یه آدم حلال زاده که نمیتونی حرفا رو بزنی که، آخه مردک از اون ریش سفیدت خجالت بکش. اما اگر بازجو فرزندی طفل متولد شده را گردن بنهد، یعنی بگه قبول دارم که این بچه منه، بنابر احتیاط واجب، از اون جمله های آخوندی، طفل حلالزاده و از شیعه اصلاح اشعری میشه، یعنی بلافاصله حرومزاده میشه، حلالزاده شیعه میشه، شیعه دوازده امامی هم میشه دیگه. از این مسخره تر، از این وقیح تر، از این وقیحانه تر، از این پرروتر، این چی میخوان اینا از جون ملت ایران؟ پرسش پنجم، آیا تجاوز جنسی در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب میشود یا نه؟ پاسخ، خیر، لواط محسوب نمیشود. پس چیه مردک؟ خیر، چون زندانی بدون میل و رغبت به آن تن در، پس اگر به زور با یکی تجاوز کنن، این ثواب داره اصلا، چون به زوره، چون با میل طرف که نیست که، میگه اگر با میل خودش باشه لواته، ولی اگر با میل خودش نباشه و با زور بخواین لوات کنین، پس اون لوات حساب نمیشه. خب یه فتوای جدید صادر شده دیگه. البته اگر جوان مفعول را خوش بیاید، چقدر کثیفن اینا، چقدر کثیفن، احتیاط مستحب آن است که دیگر این عمل تکرار نشود. پرسش ششم، تجاوز به دختران باکره در زندان چه فتوایی دارد؟ جواب، اگر قرار است زن را اعدام کنند، برای بازجو به اندازه یک حج تمتع واجب ثواب دارد. آقا زن را دارن اعدامش میخوان بکنن، حضرت آیت الله العظما، اینا آیت شیطان هم نیستن، اینا آیت گرگن، اینا آیت بیماری صادیکن، آیت الله. اگر قرار از زن را اعدام کنند، برای بازجو به اندازه یک حج تمتع واجب ثواب دارن. زن رو دارن اعدام میکنن، سحر فردا اعدام میشه، حالا بازجو باید بیاد به ایشون تجاوز بکنه به اندازه یک حج زیارت حج، این ثواب داره. من نمیدونم آیا لغتی میشه پیدا کرد
که در برابر این همه یاوه‌گویی که یاوه نیست، بی‌شرمانه‌گویی، وقیحانه‌گویی، نامردانه‌گویی و خونخارانه، اصلا نمیدونم ددمنشانه، هرچی، واقعا دد حیوانه، دد این کار رو نمی کنه. من یه فیلمی رو چند روز پیش دیدم، یک شیری 6 ماه قبلش زخمی شده بود، بعد آورده بودن این رو در اون جایگاه حیوانات نگه داشته بودن، یک زنی میره میگه این رو به من بدید، من این رو معالجش میکنم. شیر رو میگیره در جای مخصوص، البته زیر نظارت دولت، این شیر رو دستش که چرک کرده بود و نمیدونم حالا چوب رفته و چی بوده اینا، خوب میکنه. وقتی خوب میشه شیر رو میاره تحویل باغ وحش میده. آدینه ها میرفته دیدنش. من این فیلم رو میارم نشونتون میدم. آقا این شیر بلند میشه عین گربه، چه میماله به این زن، بغل میکنه این زن رو، زنه دست تو یالش میبره، این همینطوری این زن رو میبوه، میبوسه، زیر و رو میشه، دوباره میشین، دوباره بلند میشه، میفته بغل این بانو. این یه حیوان درنده جنگلیه، بزنش پلوی این مردک فسیل. این حیف نون، واقعا حیف نون که این میخوره، حیف هوایی که این استنشاق میکنه. بله، اگر قرار از زن را اعدام کنند، برای بازجو به اندازه 1 حج تمتع واجب ثواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افسوده می شود. دختر گرفتن، زندانش کردن، فردا میخوان اعدامش بکنن، تجاوز بهش میکنن، هر چقدر به این ثواب میرسه به اون گناه میرسه. عجب دادگاهیه، عجب دادگری، عجب حکومت عدل علیه، عجب حکومت عدل علیه. حالا اما اگر زن زندانی قرار نیست که اعدام شود، به اندازه زیارت کربلا برای بازجو ثواب داره. اگه باید اعدام شه به اندازه حج، اگه بهش تجاوز کنه بازجو، اگر نه نباید اعدام شه، فقط همینطوری بهش تجاوز کنه، به اندازه حج، به اندازه رفتن به زیارت کربلاست. حالا شما فکر کنید بازجویی که بیمار روانیه، اصولا بازجوها به نظر من هر کسی که میره تو این رشته و با شکنجه، آزار، ناسزا، کتک، فحش و هزار بد و بیراه دیگر بازجو میشه، این آدم بیمار روانیه. در هر حکومتی میخواد باشه باشه، در هر حکومتی لذت میبره از این کار که بره، وگرنه همگان نمیرن. از میون هر 1000 نفر 1 نفر اینطور نیست، نمیخوان برن یک انسان دیگر شکنجه بدن. بنابراین بازجویی که در بطن خودش، در درون خودش، در نهاد خودش لذت میبره از شکنجه دادن و زدن و فحش دادن و بد گفتن به زن و مرد و اینها، وقتی یه همچی فتوایی رو میشنوه، ببینید چه جانوری میشه، ببینید چه آتشی میسوزونه. بی خود نیست که بزرگان ما، چامه سرایان ما، ادیبان ما، اندیشمندان ما، از اون روزی که اثر توانستن بگذارن تا امروز در برابر آخوند ایستادن. تازه اونها، آخوندهای اون زمان جرأت نداشتن از این چیزا بگن. اینا چون حکومت دستشونه اینجور ترک تازی میکنن. بی خود نیست سعدی میگه نه پرهیزگارند و نه پرهیزگار و نه دانشورند، همین بس که دنیا به دین میخرن. نه پرهیزگار و نه دانشورند، همین بس که دنیا به دین میخرن. فردوسی میگه درباره آخوندان، میگه زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. و صاحب، ببینید تمام این اندیشمندان اینا رو میگن، برای همین آخوندا، و عجب اونها شناختن اینا رو خوب. صاحب میگه
زاهد ببخشید حافظ میگه زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. و بعد صاحب میگه خور صاحب فریب زهد از عمامه زاهد، مخور صاحب فریب زهد از عمامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. اگه مغز این آدم آقای مصباح که عکسش دانشجوی مثل سوسمار کشته بود، اگر مغز این آدم چیزی درونش بود و پوک نبود که یه همچی ترهاتی رو نمیگفت، یه همچی یاوه‌های رو نمیگفت. البته با پررویی هم قاطیه ها، نمیتونه هر کسی اینطور بگه، این وقاحت این رو به این حد رسونده. مولوی میگه هین روش بگزین و ترک ریش کن، هین روش بگزین و ترک ریش کن، ترک این ما و من و تشویش کن. گر به ریش و پشم مرد استی کسی، هر بزی را ریمو باید بسی. و باز هم از سعدی میگه کلید در دوزخ است آن نماز، که در پیش مردم گذاری دراز. به نزدیک من، به نزدیک من شبرو راه زن، به از فاسق پارسا پیرهن. نکو سیرت و بی تکلف برون، به از پارسای خراب اندرون. و سرانجام از خیام میگه ای مفتی شهر از تو پرکارتری، با این همه مستی ز تو هوشیارتری. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، یعنی خون درخت مو یعنی شراب. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خون خارتری. باز میگه خیام شیخی به زن فاحشه گفتا مستی، هر روز به دام دیگری پیوستی. گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم، اما تو چنان که می نمایی هستی؟ اما تو چنان که می نمایی هستی؟ دوست ارجمندم مهندس شهرتی، اگر آگهی هستیزی از بدیم و بعدم آقای حسین وصال رو برای من بگیم. خیلی سپاسگزارم. بینندگان ارجمند، آقای مهندس شهرتی در همون زمانی که من راجع به اون شیر سخن میگفتم اتفاقا تو آرشیو تلویزیون پیدا کرد و با اینکه به من کیو داد و اشاره کرد که آماده است، من متوجه نشدم. حالا ازشون خواهش میکنم که برای شما اون رو پخش بکنم. ببینید این اون شیر، اونم اون خانومه. این شرف داره به صدها مثل مصباح ببخشید مثل همین حجتی، قد از شو بدم میاد که اسمشون هم یادم نیست. ببینید چه جور با این زن عشق بازی میکنه. ببین وقت به این میگم وحشی. خب بینندگان ارجمند، هم اکنون ما بر روی خط تلفن دوست بسیار ارجمندم چامسرای چیره دست و واقعا آگاه به مسائل شعری و ادبی آقای حسین وصال رو داریم. من چون سخن از فردوسی آمد و شعر فردوسی درباره ملاها و غیره، از دوست ارجمندم میخوام خواهش کنم که اون چامه معروفی رو که خودشون ساختن برای ما بخونم. الو بفرمایید. الو درود بر شما استاد ارجمند جناب حسین وصال. من نمیدونم شنیدید گفتگو با شنوندگان و بینندگان یا نه، گفتم که شما روی خط هستید و چون قبلا سخن از فردوسی بود و شعرهایی که علیه آخوندها چامه سرایان دیگر گفتن، یاد اون
شعری افتادم که شما سرودید درباره لغت توانا، یعنی شعر توانا بود هر که دانا بود. ازتون خواهش میکنم که این شعر رو اگر در دسترس دارید یا حافظتون یاری میکنه برای ما بخونید. با کمال میل، بنده حدود 7-8 سال پیش که داشتم درباره فردوسی مطالب تهیه میکردم، بله، یه دفعه چون وقتی یه چیز زیاد گفته میشه و بین مردم متواتر هست به عمق مسئله، بله، کمتر توجه میشه، اثرش رو از دست میده، شعاری پیدا میکنه. بله. ما این بیت توانا بود هر که دانا، یعنی مصرعش رو در توانا بود هر که دانا بود رو در همه جا میخونیم، در همه جا به گوشمون به چشممون میاد و بس که مکرر شده از اصل معنا غافل هستیم. من هم چشمام رو بر هم نهادم که واقعا این مرد بزرگ در هزار و اندی سال پیش از سر درد چه درس بزرگی به ملت ایران داده و چه سرمشق طلایی نوشته و ما به جای اون که برویم و دنبال این سرمشق باشیم که اگر می رفتیم و دنبالی و کار رو می گرفتیم و دانا می شدیم، بدون شک ما تواناترین ملت جهان بودیم. برای که کاملا درست، برای که توانایی از دانایی سرچشمه می گیره دیگه. درسته. اصولا هر توانایی زاده دانایی است و اگر انسان به دنبال دانایی برود بدون شک توانا می شه به هر کاری. فردوسی عزیز ما در 1100 سال تقریبا پیش از این سرمشق زرین رو برای ما نوشته است. این است که من به فکر افتادم که این ترجیبندی بسازم که این توانا بود هر که دانا بود در اون باشه. بله. حالا اجازه بفرمایید تا من این رو برای شما حتما خواهش میکنم و برای شنوندگان عزیز، بله، و محترم، بله، از کجای دنیا که هستن بخوانم. بله. آقای بسال، اگر واقعا ما دانا بودیم امثال مصباح ها و خامنه ای ها و اینها بر ما حکومت نمی کردن. ما اگر دانا بودیم اعراب به ما حمله نمی کردن. بله. حالا از بالا و حالا کنونیشو میگیم. بله. هر وقت اگر ما دانا بودیم این مملکتمون اینجوری به مرتب دست به دست نمی گرد. بله کاملا درست. سرچشمه توانایی، سرچشمه همه چیزه. آدمی که داناست کسی نمیتونه به اون ظلم، بله، بگه زور، بله، به تجاوز، بله، بکنه. اینا به هر حال من این ترجیبن ساختم که توانا بود هر که دانا بود در می آید در هر ترجیش. بفرمایید. بخوان این سخن را ز 10 قرن پیش، ز فردوسی آن مرد فرخنده کیش، شود جان نادان ز اندوه ریش، به نابخردان نوش گردد چون نیش، وگر چند شهد مهنا بود توانا بود هر که دانا بود. آفرین. اگر خار باشی ز بیدانشی، گرفتار باشی ز بیدانشی، به هر مهنتی و به هر خفتی سزاوار باشی ز بیدانشی، نیفتد به چاهان که بینا بود توانا بود هر که دانا بود. بحبه. زی بیدانشی خاری و ناتوان، زبونی و بینامی و بینشان، نباشی ز آزار اندر امان، زمینت بود خصم و دشمن زمان، ز ضعفت چون نیرو تمنا بود توانا بود هر که دانا بود. تو در خواب و خواهی به عزت رسی، به چاهی و تا اوج رفعت رسی، به آگاهی از راه غفلت رسی، ز سستی به انواع نعمت رسی، بنا چون شود گرنه مبنا بود توانا بود هر که دانا بود. چه نالی که نقدت به تاراج رفت، ز دوشت ردا و ز سر تاج رفت، متاعت به تاراج امواج رفت، چه حاصل تو را گر که در باج رفت، از آن ناله هایی که در نا بود توانا بود هر که دانا بود. خرد زنده جاودانی شناس. این همه از فردوسی است. بله بله. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس، خرد برتر از گوهر آمد پدید، خرد را تو
بخت و جوانی شناس، در این گفته صد گنج معنا بود، توانا بود هر که دانا بود. ز سستی توانی به کشور مخواه، نکوشیده از خاک گوهر مخواه، چو تخمی نیفشانده ای بر مخواه، به پیری تو عمر مکرر مخواه، به دانش دل پیر برنا بود، توانا بود هر که دانا بود. چنین گفت آن مرد روشن روان، که تا هست گیتی بود جاودان، میاسای ز آموختن یک زمان، ز دانش میفکن دل اندر گمان، نویسید با زر که خانا بود، توانا بود هر که دانا بود. نویسید با زر که خانا بود، توانا بود هر که دانا بود. سپاس. بسیار ممنونم از محبت. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم و اگر به من این پروانه رو بدید هر چند گاه یک بار خدمتتون زنگ بزنم و ازتون خواهش کنم که از این گوهرهایی که می سرایید ما را هم بی بهره نکنید. با کمال میل، با کمال افتخار، بسیار ممنونم. خدا نگهدار شما و روز شما خوش و بینندگان عزیزمون. قربون شما، شب و روز خوش. بله، این تقریبا تمام ملت ها این سخن فردوسی رو دارن. عرب ها میگن العلم هو القوه، یعنی دانایی توانایی. فرانسوی ها میگن ساوار سپووار، باز یعنی دانایی توانایی. انگلیس ها میگن knowledge is power، یعنی دانایی توانایی. و ایرانی ها هم که دانایی توانایی میگن و مسلما در ملت های دیگه هم هست. واقعا اگر ما دانایی رو داشتیم، اون توانایی رو به دست می آوردیم که جلوی این یاوه ها رو بگیریم و نگذاریم چنین آدم های بیمایهی، چنین آدم های بیپشتوانهی، چنین آدم های وقیح و پررو و صادیکی بر ما فرمان برانن. ما ناآگاه بودیم. حالا تقصیر هر کی میخواید بندازید، تقصیر رژیم پیشین بوده، تقصیر فلان بوده، هر چی میخواید بگید. نادان بودیم، ما دنبال علت نمیگردیم، ما دنبال معلول میگردیم. معلول ما نادانی بود، باعث شد که یه همچی آدم دروغوی کذابی بیاد و بگه پول برق میدیم بهتون، پول آب میدیم، پول نمیدونم اتوبوس میدیم، اتوبوس تو مجانی میشه، آب و برق تو مجانی میشه، ما معنویت شما رو، آخه خجالت بکشید، معنویت ما رو میخواین اضافه کنید، بعد میگید به دختر و به پسر مردم تجاوز شد ثواب داره. این کجاش معنویته؟ کجای این معنویت؟ اون وقت کی میگه یه به اصطلاح روحانی؟ این معنویته؟ این حکومت عدل علیه؟ به قول خودتون اگر واقعا حکومت علی رو اونطور که شما میگید بوده باشه، که ما هنوز فکر نمی کنیم. من از دوست ارجمندم آقای شورتی خواهش می‌کنم این در اتاق فرمانات کنن ببندن، صدا میاد این بر. اگر واقعا شما به این مسئله معتقد هستید که اونایی که برای علی میگید درسته، علی گفته که اگر در سراسر پهنه فرمان روای من خلخال رو از پای یک دختر یهودی بیرون بکشید، من گناهکارم، من نمیتونم قبول بکنم چنین چیزی رو رخ بده. حالا که شما میگین که دروغم میگین، چون همه چیز دروغه، همه چیز تو دروغه. تمام عیوب رو میدید به عمر، تمام محاسن رو میدید به علی. در معراج هر جای اینو ما نگاه کنیم میبینیم مسخره است، میبینیم گریه‌آوره به جای خنده‌آور. میگه در معراج، همون کتاب بهارالانوار نوشته، خداوند به پیغمبر گفت وقتی میری به علی سلام برسون. آخه علی رو اگه خداست که تمام آفریدگانو میدونه دیگه، به علی سلام برسون چیه؟ بعد از قول پیغمبر میگه که همینطور که من داشتم میومدم در عرش، هر فرشته‌ای، هر ملکی به من میرسید میگفتش که احوال علی چطوره، احوال علی چطوره.
مثل که اون بالای عده مخصوص خودشونن، هیچ اطلاعی هم ندارن. حالا ما اصلا داریم در کل مسئلهش وارد نمیشیم، در این سخنانی که اینا میگن وارد میشیم. حالا که سخن از کتاب شد، مثل این که 5-6 دقیقه بیشتر من وقت ندارم، چند تا جمله از این ترهات آدمایی که تازه آقای مصباح به قول یزدی، آقای مصباح یزدی شاگرد اونا حساب نمیشن، مثل ملا محمد باقر مجلسی، مثل کلینی و مثل این امثال اینها، ابن بابویه و غیره، یکی دو مطلب از اون کتاب اونا براتون میارم میخونم. در کتاب من لا یحذر الفقیه، من جلد و صفحشم میگه، جلد 1 صفحه 53، میگه مسواک زدن در حمام باعث درد دندان میشه. به چه دلیل بهداشتی؟ آخه این چرت و پرت چیه؟ مگه تو دکتری؟ مگه تو زیست شناسی؟ مگه تو بهداری؟ مسواک زدن در حمام باعث درد دندان میشه. در ادرار ائمه آلودگی نیست. ائمه داد چوپاک و بوی عطر گلاب میده. چرا؟ چون شیطان در دهان امام ها نمیره، بنابراین ادرارشون خوبه. اوره تو بدنشون اصلا نیست. اصلا نیست دیگه، چون اوره بورو ایجاد میکنه. پس معلومه شیطانه یه جعبه اوره عقبش تو حلق هر کی از اون اوره ها پخش میکنه. و ماها که شیطان رفته تو دهنمون، ادرارمون آلودگی داره. خوردن آب در حالت ایستاده در شب باعث زرد یرقان می شود. ویروس و میروس و اینا چرته. آب و شب ایستاده نخور، زرد یرقان نمی گیری. این منبعش رو بذاریم برای تو بگم، چون من همه اینا رو باید دیم. منبعش اصول کافیست. بله، آقای اسحاق کلینی گفته این رو. آه، همین که میگید آه، اسم خداست. در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 148، ملکی یعنی فرشته ای، ملکی به نام خرقائیل، اسم اختراع میکنن دیگه، اسم اختراع میکنن، خرقائیل، ملکی به نام خرقائیل هست که 18,000 بال دارد. 18,000 تا بال داره و بین هر بالش 50 سال زمان برای دیدن اون بال لازمه. یعنی 18,000 تا بال داره، از هر بالش بخوای بری اون بالش رو ببینی 50 سال زمان میکشه. آخه مجبورین دروغ بگین؟ مجبورین هیولا سازی کنی؟ حالا این ملک به چه درد میخوره؟ کارش چیه؟ ننوشته. این رو هم در اکافی جلد 4 صفحه 583، اسحاق کلینی. امام زمان لخت و عریان ظاهر می شود. یکی شما دیگه نمی دونستی. لخت و عریان میاد، کی لباس بهش میده بپوشه؟ شمشیرش رو از کجا میاره؟ اسبش رو از کجا میاره؟ احمدی نژاد میده دیگه، براش آماده کرده، صندلی براش گذاشته. ابن بابویه روایت می کند که ابی عبدالله یعنی امام حسین مردی را دید کفش سیاه پوشیده. فرمود چرا کفش سیاه پوشیدی؟ مگر نمیدانی کفش سیاه نور چشم را کم میکند و مردانگیت را ضعیف میکند؟ بر تو باد پوشیدن کفش زرد که نور چشمت را زیاد میکند و باعث قوت مردانگی میشود. از کتاب خصال شیخ صدوق ابن بابویه جلد 1 صفحه 99. یکی دیگه هست که جالبه. امام حسین از سینه حضرت زهرا شیر نخورد، بلکه پیامبر انگشتش را در دهان او میگذاشت و او میمکید و برای 3 روزش کافی بود. هر 3 روز یه بار امام حسین میبرد پیش پیامبر، انگشت رو میکرد تو دهنش، او میمکید. خب مثل این که فراورده های لبنیاتی داشته محمد پیغمبرشون. بعد تازه خود پیغمبر از ابو طالب شیر میخورده. ابو طالب مرد بوده.
آخه چه جوری پیغمبر از ابو طالب شیر می‌خورده؟ آخه یه کمی بیاندیشید، یه خود این حشیش و بنگ و کمتر بکشید، یه چیزی بگید که بهتون نخندم. بعد علی علیه السلام بر روی ابرها پرواز می کند. خداوند ابر را برای علی مسخر ساخته و او شرق و غرب عالم را بر روی ابر در می نوردد. ابر اون فرو نمی دازه، اما روی ابر وایساده. رعد و برق در آسمان از تدابیر علی است. بعد یک نکته دیگه که بالای مزار امام حسین فرشته‌ای که دارای 5000 بال است شب و روز در حال پرواز است. چرا؟ معلوم نیست. بمباران میخواد بشه اونجا، میخواد جلو هواپیما رو بگیره، میخواد هلیکوپتر نیاد اونجا. برای چی؟ چه سودی داره که شب و روز یه فرشته 15000 باله 50000 باله اون بالا پرپر بزنه؟ بر روی بیش از یک دقیقه من وقت ندارم، فقط میتونم دو تا از سخنان بزرگان رو براتون بخونم، ببینید فرق بین تفکر با تفکر چیه. پیش از انسان شدن هرگز نمیتوانید مذهبی باشید، اول باید انسان باشید. اگر انسان نباشید مذهبی بودنتون مسخره است. واپسگرایی پیشینه‌ای به درازای عمر گمراهی آدمی دارد. همه این آخوندار میبینید؟ اینا پیشینه‌شون به درازای عمر زندگی انسان‌ها در روی کره زمینه. به اون احمقی هستن. سرزنش بجا بهتر از ستایش بیجاست. سرزنش بجا بهتر از ستایش بیجاست. و آخریش، فرد پرستی خود گونه ای بت پرستی است، بلکه بدترین گونه ای آن است. فرد پرستی خود گونه ای بت پرستی است، بلکه بدترین گونه بت پرستی است. بینندگان ارجمند، وقت من در اینجا به پایان رسید. با سپاس بی پایان از دوست ارجمند مهندس شهرتی و شما بینندگانی که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر بدرود و پاینده.